به نام خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبین محترم فرادرس، من سحر فیروزه هستم، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و با آموزش نمره گذاری و تفسیر آزمون نو در خدمتتونم. فصل اول، زیربنای نظریه آزمون. تاریخچه نظریه عاملی شخصیت یکی از مفاهیم جذاب تو حوزه شخصیت رویکرد صفاته که علارغم جذابیتش مشکلاتی رو هم در ارتباط با عدم تفاهم درباره یک تعریف یکسان و ارائه یک مدل یکسان داره. آلپورت، کتل و آیزنک در زمینه صفات بسیار تأثیرگذار و شناخته شده هستند. قبل از اینکه به این سه تا نظریه بپردازیم، باید این نکته رو به خاطر بسپاریم که توجه به صفات برمیگرده به دوران باستان. بقراط 4 مزاج و 4 نوع شخصیت سودایی، صفراوی، دموی و بلغمی رو معرفی کرد و معتقد بود که از زیادی یا تسلط یکی از مایعات بدنی مثل خون، بلغم، صفرا و سودا تیپ‌های شخصیتی دموی گرم و تر، بلغمی سرد و تر، صفراوی گرم و خشک و سوداوی سرد و خشک به وجود میان. بقراط 4 مایه اصلی رو در بدن مهمی دونست و معتقد بود که این 4 تا مایه در تمام حالتهای بدنی مثل تغییرات فیزیولوژی و پیدایش بیماری ها و بهبود حال بیماران مؤثرند. هر وقت این 4 مایه به نسبت طبیعی و متعادل در بدن وجود داشته باشن، بدن سالمه. ولی اگر یکی از این مایعات یا چند تا از اونها از نظر کمی و کیفی دچار تغییراتی بشن، تعادل این مایعات به هم میخوره و ساختمان طبیعی بدن تغییر میکنه و اینجوری چاقی یا لاغری شدید بروز پیدا میکنه. گلدون آرپور یکی از نظریه پردازان پیشگام روانشناسی شخصیت بود که سعی کرد فهرستی از صفاتی رو که شخصیت فرد رو تشکیل میدن مشخص کنه. برخلاف نظریه‌های روان تحلیلی و انسان‌گرایی در مورد شخصیت، نظریه صفات آلپورت به تفاوت‌های فردی در ویژگی‌هایی که در طول زمان و در موقعیت‌های مختلف در یک فرد ثابتاً تأکید داره. تا سال 1937 هیچ نظریه رسمی در مورد صفات ارائه نشده بود و اولین نظریه رسمی صفات شخصیت توسط آلپورت توی همین سال، یعنی سال 1937 مطرح شد. در واقع نظریه آلپورت اولین جریان مؤثر در زمینه صفات شناخته میشه. صفت در نظریه آلپورت یک مفهوم کاملا کلیدیه. به عنوان مثال اگه از شما بپرسم که فردی رو توصیف کنید چگونه این کار رو انجام میدید؟ مثلا فرض کنید شما میخواین شخصیت دوستتون رو تو 3 تا کلمه توصیف کنید. ممکنه بگین با نمک، باهوش، مهربونه. همه اینها به عنوان صفات شناخته میشن. ویژگی های صفات از نظر آلپورت. یکی این که صفات واقعی هستند و ساخته ذهن فرد نیستن و این که صفات باعث ایجاد رفتاری در فرد میشن و در واقع علت رفتار فرد هستند. وجود صفات رو می توان با مشاهده رفتار فرد در طول زمان به صورت تجربی اثبات کرد. صفات متفاوتن اما همپوشی دارن. مثلا صفات پرخاشگری و خصومت اگرچه که مجزا هستن اما اغلب همزمان با هم دیده میشن. و اینکه صفات در موقعیت‌های مختلف ممکنه که متفاوت باشن. مثلا فرد در موقعیتی منظم و توی موقعیت دیگه بی‌نظم باشه. آلپورت 2 صفت یا 2 صفت رو مطرح کرد، صفات فردی و صفات مشترک. صفات فردی که منحصر به فردن و منش هر شخص رو توصیف میکنن و صفات مشترک. حالا صفات مشترک یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد یک فرهنگ یا جامعه در اون سهیمن. و نکته جالب توجه در مورد صفات مشترک اینه که با تغییر معیارها و ارزش‌های یک جامعه، صفات مشترک هم تغییر میکنن. نظریه بعدی نظریه ریموند کتله. از نظر کتل شخصیت هر فرد تعیین کننده نحوه رفتار اون در موقعیت‌های خاصه. کتل صفات رو ویژگی‌های پایدار و گسترده‌ای می‌دونست که سنگ بنای شخصیت رو می‌سازه. اون صفات رو به سرشتی،
توانشی، محیط ساخته، خلقی، پویشی، سطحی و عمقی تقسیم بندی کرد و بین اونها تمایز قائل شد. کتل برای بررسی چند متغیر از روش آماری پیچیده و دشوار تحلیل عاملی استفاده کرد. همینطور کتل آزمون 16 عاملی رو ساخت و از اون برای سنجش 16 عامل صفت عمقی استفاده کرد. پژوهش‌های اونها که از این هستن که 1/3 شخصیت به صورت ژنتیکی تعیین میشن و باقی به صورت تأثیرات محیطی تعیین میشه. برای کتل نظر جبرگرایانه‌ای درباره شخصیت داشت. و هانس آیزنگ. آیزنگ برای بررسی ابعاد شخصیت از روش تحلیل عاملی استفاده کرد، اما عقیده داشت که این روش به دلیل ذهن‌گرایی و اشکال در تکرار یافته به تنهایی مؤثر نیست. بنابراین اون رو با آزمون‌های شخصیت و تحقیقات آزمایشی که دامنه وسیع از متغیرها رو در بر می‌گرفتن تکمیل کرد. در میانه قرن 20 آیزنگ به این نتیجه رسید که برونگراها برای سیستم عصبی مرکزیشون نیاز به تحریک پذیری از دنیای بیرون دارند. به عبارتی برونگراها دارای سیستم عصبی مرکزی هستند که نیاز به تحریک شدن توسط پیرامون و محیط داره و در برابر اون درونگراها نیاز کمتری به تحریک پذیری از دنیای بیرون دارند. یا به عبارتی دارای سیستم عصبی مرکزی هستند که با تحریکات محیطی و پیرامونی از تعادل خارج میشن و نیاز کمتری به این تحریکات محیطی دارن. آیزنگ ابتدا دو تا بُعد برونگرایی و درونگرایی و روان رنجوری ثبات هیجانی رو به عنوان دو تا بُعد اصلی شخصیت معرفی کرد و سپس بُعد سوم رو تحت عنوان روان پریش‌خویی و کنترل تکانه بیان کرد. دو محور برونگرایی و درونگرایی، بی‌ثباتی و باثباتی هیجانی که عمود بر هم قرار می‌گیرن، میتونن صفات مختلف شخصیت رو توضیح بدن. بدین ترتیب بود که یکی از مهمترین نظریه‌های شخصیت در دهه 1960 پایه‌گذاری شد و چنین زیربنای تاریخی موجب پیدایش نظریه دیگه مثل طرح 5 عاملی شخصیت شد. در ادامه فصل اول معرفی آزمون رو داریم. مدل 5 عاملی شخصیت که توسط مکری و کاسا ارائه شدن. همونطور که در تاریخچه نظریه عاملی شخصیت بیان شد، استفاده از روش تحلیل عاملی توسط کتل برای سنجش صفات شخصیت به کار رفت. بعد از کتل پژوهشگران دیگر هم از این روش استفاده کردند، اما افرادی که این روش رو به کار بردن مکری و کاسا بودن. ابتدا این دو روانشناس تلاش کردند تا ویژگی‌های گسترده‌ای رو که در همه افراد وجود داره رو شناسایی کنند. در مدل اولیه این آزمون تنها 3 ویژگی شخصیتی مثل عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی، برونگرایی و باز بودن به تجربه‌ها بررسی و ارزیابی شد. و همین دلیل آزمون نئو از حروف اول N, E و O گرفته و معروف شد. توی این نسخه مقیاس‌های توافق پذیری و وجدانی بودن به صورت کلی و مختصر ارزیابی می شدن، اما جزء مقیاس‌های اصلی نبودن. بعدها این آزمون توسعه پیدا کرد و مدل 5 عاملی شخصیت شکل گرفت. آزمون نئو دارای 2 فرم بلند و فرم کوتاهه. فرم بلند آزمون نئو در واقع یکی از بهترین و معتبرترین روش‌ها برای ارزیابی 5 عامل شخصیت فرم بلند آزمون نئوه. این آزمون هم مثل اغلب آزمون‌های شخصیت مستعد تحریف نتایج توسط رفتارهای غیر واقعی آزمودنی هاست. این آزمون در چند مرحله مورد تجدید نظر قرار گرفته و آخرین نسخه اون به فرم تجدید نظر شده شخصیت یا نئو پی آی آر شهرت داره. فرم بلند آزمون دارای 240 سؤاله. این آزمون 5 عامل و در هر عامل 6 تا وجه رو می سنجه. در این نسخه 10 تا عبارت مربوط به مقیاس‌های عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی، برونگرایی و باز بودن به تجربه ها نسبت به نسخه اولیه تغییر کردن تا دقیق تر بشن. همینطور مقیاس‌های مربوط به توافق پذیری و وجدانی بودن
تکمیل شدن و به سه مقیاس قبلی اضافه شدن و در نهایت مجموعه این 5 عامل فرم تجدید نظر شده آزمون نورو تشکیل دادن. فرم بلند آزمون دارای فرم S و فرم R. فرم S توسط گزارش خود فرد تهیه میشه و فرم R توسط فرد دیگه مثل همسر، پدر و مادر یا افراد دیگر که نزدیک به شخص باشن تهیه میشه. حالا فرم R آزمون چه زمانی نیازه؟ زمانی که بخوایم آزمون فرم S فرد رو برای سنجش دقت و راستگویی اون مقایسه کنیم. فرم کوتاه آزمون نئو یا نئو FFI برای صرفه‌جویی در زمان ایجاد شد، دارای 60 سوال. نئو FFI نوع 60 جمله نئو PIR که برای ارزیابی مختصر و سریع 5 عامل اصلی طراحی شده است. به هر یک از 5 عامل 12 تا سوال اختصاص داده شده و نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه که اعتبار فرم کوتاه شده یا آزمون به اندازه آزمون اصلی یا نئو PIR نیست. روش اجرا اینه که به صورت فردی و گروهی میشه اجرا کرد و محیط آزمونگیری مثل اجرای تمامی آزمون‌ها باید بدون سر و صدا و نور کافی باشه و اینکه آزمونگر بتونه آزمودنی رو به انجام آزمون ترغیب کنه تا از پاسخگویی مخدوش تصادفی آزمودنی از روی بی‌حوصلگی و بی‌علاقگی جلوگیری بشه. مدل 5 عاملی شخصیت از 5 تا عامل عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی، برونگرایی، باز بودن به تجربه ها، توافق با دیگران و وجدانی بودن تشکیل شده. عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی. اولین عامل از مدل 5 عاملی شخصیت عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی که به اون روان رنجوری و روان نژندی هم گفته میشه. عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی یعنی چی؟ داشتن احساسات منفی مثل ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی مبنای مقیاس روان نژندی رو تشکیل میدن. در زن و مردهایی که دارای N بالا تو این مقیاس هستن احتمال زیادی وجود داره که دارای باورهای غیر منطقی باشن، قدرت کمتری در کنترل تکانه‌هاشون داشته باشن و معمولاً انطباق ضعیف‌تری با دیگران دارن. ولی باید به چند تا نکته توجه کنید که صرفاً نمره‌های N نشان دهنده آسیب شناسی روانی نیستن. ممکن است افرادی نمره‌های بالایی رو تو این شاخص به دست بیارن بدون اینکه اختلال روانپزشکی داشته باشن. مثلا فردی ممکنه دارای شخصیت ضد اجتماعی باشه اما نمره N بالایی نداشته باشه. به طور کلی میتونیم بگیم کسانی که نمره پایینی به این مقیاس دارن از نظر عاطفی افراد باثباتی هستند، افراد آرامی هستند، خلق یک نواخت راحتی دارند و به راحتی میتونن با موقعیت‌های بحرانی زندگیشون روبرو بشن. و افرادی که نمره خیلی پایینی رو کسب می‌کنن معمولا افرادی هستن که هیجانای بهنجارشون رو انکار میکنن که این نوعی خودش نابهنجاری محسوب میشه و ممکنه داره اختلال باشن مثل اختلال آلکسیتایمیا، یعنی ناتوانی در ابراز هیجانات بهنجار، یعنی کسانی که نمیتونن هیجانات بهنجارشون رو بروز بدن. مقیاس های عصبیت یا بی‌ثباتی هیجانی مثل استراب، خشم و کینه‌ورزی، افسردگی، هوشیاری به خیشتن یا شرم، تکانشوری و آسیب پذیری از استرس. استراب اولین مقیاسه. افراد مضطرب معمولاً مستعد نگرانی‌ان و عصبی و پرتنشن. با توجه به اینکه این مقیاس ترس‌های اختصاصی رو اندازه نمیگیره اما معمولاً افرادی که نمره بالا در این مقیاس به دست میارن ترس‌های اختصاصی یا همون فوبیا و استراب فراگیر دارن و افرادی که نمره پایینی در این مقیاس به دست میارن افراد آرام و راحتی هستن. معمولاً این افراد وقتی همه چیز مطابق میلشون پیش نمیره ستیزه جویی هم نمی کنن. خشم و کینه ورزی. این مقیاس گرایش فرد به تجربه های خشم و حالت های وابسته به اون مثل احساس درماندگی و ناکامی رو اندازه گیری میکنه و همینطور این مقیاس آمادگی فرد رو به احساس خشم هم از اینکه خشم به صورت آشکار بروز پیدا کرده یا به صورت نهفته در فرد باقی مونده رو نشون میده.
و افسردگی این مقیاس تفاوت‌های بین فردی بهنجار رو در تجربه کردن حالت افسردگی اندازه گیری میکنه. افرادی که نمره بالا تو این مقیاس به دست میارن مستعد احساس گناه، غم و ناامیدی هستن. اونها به راحتی ناامید و سرخورده میشن و افرادی که نمره پایین کسب میکنن به ندرت احساساتی مثل گناه، غم، ناامیدی رو تجربه میکنن. اما ضرورتی هم نداره که افراد سرزنده و سرخوشی باشن. هوشیاری به خیشتن یا شرم، حالت‌های هیجانی شرم، خجالت و دستپاچگی ناشی از این حالت‌ها رکن اساسی این مقیاس رو می‌سازن. افراد هوشیار به خیشتن افرادی هستند که در موقعیت‌های بین فردی راحت نیستن و نسبت به سر به سر گذاشتن دیگران حساسن، مستعد احساس حقارت هستن، معمولاً خجالتی‌اند، دارای استراب اجتماعی در جمع‌های بزرگن، البته نه در رابطه بین فردی با افراد. تکانشوری در فرم بلند آزمون نئو یا نئو پی آی آر، تکانشوری این ناتوانی در کنترل کشش‌ها و هوس‌ها. سازندگان آزمون بر این فرضن که در این زمینه میل و هوس‌ها مثل غذا، سیگار و مالکیت چنان قوی هستن که فرد نمی‌تونه در برابر اونها مقاومت کنه. حالا کسانی که نمره پایینی تو این مقیاس به دست میارن به راحتی میتونن در برابر چنین هوس‌های مقاومت کنن چون ظرفیت بالایی از تحمل رو دارن. و نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که در فرم بلند آزمون نئو تکانشوری رو نباید به حالت‌های خودجوشی، خطرپذیری یا تصمیم‌گیری‌های سریع نسبت داد. و آخرین مقیاس آسیب‌پذیری از استرس. کسانی که در این مقیاس نمره بالا به دست میارن این احساس رو دارن که نمیتونن با استرس های روزمره انطباق مناسبی داشته باشن و در موقعیت های استرس ها به دیگران متوسل میشن یا ناامید و آشفته هستن. و همینطور کسانی که نمره پایین به دست میارن این توانایی رو دارن که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خودشون رو کنترل کنن. در ادامه فصل دوم میرسیم به مبحث برونگرایی. همونطور که میدونیم برونگراها افراد اجتماعی هستند، اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی های این افراد در شاخص برونگرایی آزمون نئو پی آی آره. علاوه بر دوستدار دیگران بودن و علاقه به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها، این افراد در عمل قاطع، فعال، حراف و اهل گفتگو هستند. این افراد دوستان زیادی دارند، هیجان و تحرک دارند، همطور بازاریابهای موفق نمونه ای از افراد برونگران و رهبران خوبی هستند. در برابر برونگراها که به راحتی قابل توصیف هستند، درونگراها رو به راحتی نمیشه توصیف کرد. درونگراها افراد محافظه کارند، اما نه اینکه دوست داشتنی نباشند، مستقلند، تکروند، نه به این معنی که اون دو تنبل باشند، معمولا خجالتی هستند و در جایی که ترجیح بدن تنها و دارای استراب اجتماعی نیستن. و همینطور ویژگی برجسته این افراد کنجکاو بودنشونه. این افراد علاقه زیادی به پژوهش دارن و درسته که درونگراها به سرخوشی و فعالی برونگراها نیستن، اما افراد ناخشنودی هم نیستن. کسانی که با نظریه یونگ آشنا هستن باید توجه کنن که بعد برونگرایی مطرح شده در آزمونه نئو پی آی آر از جنبه هایی با نظریه یونگ تو این زمینه متفاوته. مقیاس های برونگرایی شامل صمیمیت، جمع‌گرایی، قاطعیت، جنب و جوش یا فعالیت، هیجان خواهی و هیجان های مثبته. صمیمیت یکی از مقیاس های برونگرایی که بیشترین ارتباط رو با کیفیت رابطه بین فردی داره. کسانی که نمره بالا تو این مقیاس به دست میارن افراد با محبت و صمیمی هستن که ارتباط دوستانه تری با دیگران دارن، صادقانه دیگران رو دوست دارن و با اونها مراوده میکنن. و کسانی که نمره پایین تو این مقیاس به دست میارن اینکه ضرورتا افراد کینه‌توز یا بدون احساس همدردی نیستن، بلکه افراد رسمی و محافظه‌کارن که مایلن با دیگران در یک فاصله نسبی قرار بگیرن. دومین مقیاس برونگرایی جمع‌گراییه. افراد جمع‌گرا از بودن با دیگران لذت می‌برند و احساس شادمانی در جمع دارند. کسانی که نمره پایین تو این مقیاس می‌گیرند ترجیح می‌دن تنها باشند و از بودن در جمع به طور آگاهانه و فعال خودداری می‌کنند.
سومین مقیاس قاطعیت. ویژگی افراد با نمره بالا اینه که افراد مسلط و با تحکمی هستن، از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگامن، بدون تردید صحبت میکنن، اغلب در گروه نقش رهبر رو به عهده میگیرن. و کسانی که ویژگی نمره پایین دارند یا ویژگی افراد با نمره پایین اینه که ترجیح میدن به جای فعال بودن در اجتماعات و مهمانی ها به صورت منفعلانه در این موقعیت ها قرار بگیرند و بیشتر علاقه دارن به جای سخنگو بودن شنونده باشن. مقیاس بعدی جنب و جوش یا فعالیت. ویژگی افراد با نمره بالا اینه که دارای آهنگ حرکتی سریع و پرشتابی هستند، پر انرژی هستند، مشغول فعالیتن. این افراد معمولا زندگی پرتحرکی دارن. و افراد با نمره پایین کم تحرکن، دارای آهنگ حرکتی کنتر و آرامتری هستن. هرچند که این افراد ضرورتن انسانهای تنبل و سهل انگاری به شمار نمیان. مقیاس بعدی هیجان خواهی. افراد با نمره بالا ویژگیشون اینه که مشتاق هیجان و تحرک هستن. این افراد رنگ‌های روشن و محیط‌های شلوغ رو دوست دارن. و کسانی که نمره پایین توی این مقیاس به دست میارن، این افراد احساس نیاز به هیجان نمی‌کنن. در واقع شیوه‌ای از زندگی رو ترجیح میدن که برای افراد دارای نمره بالا توی این مقیاس کسل کننده یا خسته کننده است. و مقیاس آخر هیجان‌های مثبت، که تمایل به تجربه هیجان‌های مثبت مثل شادی، لذت، عشق و هیجان رو می‌سنجه. ویژگی افراد با نمره بالا اینه که این افراد به راحتی می‌خندن، دارای روحیه شاد و خوشبین هستن. و نکته حائز اهمیت اینه که افراد با نمره پایین توی این مقیاس ضرورتاً افراد ناشادی نیستن، بلکه صرفاً افراد شلوغ، پرسر و صدا و با روحیه‌ای نیستن.